زندانی که یه قدرت فراتبیعی داره و میتونه تمام دردها رو درمان کنه. گلاسیا سلام. امروز میخوایم از فیلم‌های ترسناک کم فاصله بگیریم و فیلم گرین مایل یا مسیر سبز رو ببینیم که یکی از بهترین فیلم‌های دنیا با نمره 8.6 IMDb حساب میشه و محصول سال 1999. این فیلم بر اساس رمانی از استفان کینگ ساخته شده که خب یکی از بهترین نویسنده‌هاست و فیلم‌های فوق‌العاده‌ای رو ازش تا حالا دیدیم. بریم با هم ببینیمش. حواسمون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم یه خونه سالمندان میریم که همه نشستن دارن یه موزیک ویدیو قدیمی رو میبینن. مردی به اسم پال اینجاست که یه رفعه میزنه سیر گریه و دوستش هلن رو میبره بیرون و شروع به صحبت با هم دیگه میکنن و از پال میپرسه که چی شده، چرا گریه میکردی. پال هم شروع به تعریف خاطره ای میکنه که باعث ناراحتی الانشه. سالها پیش پال یه نگهبان زندان بوده و مسئولیت رسیدگی به بند اعدامی ها رو داشته، بخشی که توی زندان به عنوان مسیر سبز یا گرین مایل شناخته میشده. اون زمان پال 44 سالش بوده و یه مشکل هم داشته که هر بار میخواسته دستشویی بکنه به شدت دم و دستگاهش میسوخته. چند تا نگهبان هم زیر دستش بودن و یه روز چند تا زندانی جدید میارن. یکی از نگهبانهای پال که اسمش هم بروته صداش میکنه و با همگی میرن دم در رو زندانی ها رو بیارن داخل. یکی دیگه از نگهبان هم اسمش پرسیه که خیلی آدم روانی و وحشیه. کسی هم که همراه خودش میاره رو مدام تحقیرش میکنه و همش به بقیه فوش میده. پرسی زندانی خودش رو میاره داخل. خب میبینیم که بقیه نگهبان هم از رفتار پرسی خوششون نمیاد، ولی با دیدن زندانی از هیبت گنده اون شوکه میشن. اسم این زندانی جان کافیه. وقتی پال به چهرهش نگاه میکنه متوجه میشیم برخلاف ظاهر بزرگی که داره، چهرهش کاملا معصوم و بیگناهه. بعدم پرسی همچنان با توهین جان رو مجبور میکنه که وارد سلول خودش بشه. یکی دیگه از زندانی های اینجا هم اسمش دیله که اونم به رفتار پرسی اعتراض میکنه و در جوابش این نگهبان وحشی کتکم موصل میزنتش. پال هم دیگه این رفتار پرسی عصبانی میشه و سرش داد میزنه که برو بیرون به کارهای دیگه برس. بعد رفتنش هم اطلاعات جان کافی رو برای نگهبان های دیگه میخونه و بهش خوش آمد میگن. موقع خارج شدن از اتاق، جان کافی با یه قیافه خیلی معصومی از پال خواهش میکنه که شب چراغای اوخ سلولش رو خاموش نکنن چون خیلی از تاریکی میترسه. پال هم میگه نگران نباش، همیشه یه سری از چراغای این راه روها روشن میمونن. موقع خروج از این بخش هم میشنون که جان با یه صدای خیلی مظلومی میگه که سعی کردم اونو پس بگیرم ولی نتونستم. وقتی نگهبان بخش خارج میشن، یکم در مورد اینکه اصلا چرا باید جان رو به همچین جای بیارن و چرا میخوان جونش رو بگیرن بحث میکنن. پال میره به گوشه که پروندهشو کامل میخونه و متوجه میشه که مدتی پیش توی دن مزرعه پدری متوجه میشه که دوتا دخترش گم شدن. یه گروهی رو جمع میکنه و شروع به گشتن دنبال اونا میکنن و در آخر به لبه دریاچه میرسن. اونجا جان افتاده روی زمین، دوتا دختر روی پاهاشن و داره گریه میکنه و فریاد میزنه که خواستم پسش بگیرم ولی نتونستم. پدر شروع به کتک زدن جان میکنه و میگه تو مقصر همه چی، تو جون دخترامو گرفتی و کلانتر هم اونو محکوم به اعدام میکنه و میفرستنش اینجا. همزمان با تمام شدن پرونده رئیس زندان میاد کنار پال میشینه. بهش میگه که چند تا از سناتورهای خیلی کله گنده سفارش کردن که از پرسی مراقبت بکنیم و به گوششون رسیده که باهاش دعوا کردی. باید یه جوری این روانی بازیاشو تحمل بکنی چون یه مدت دیگه از اینجا میره. اون برای یه آسایشگاه روانی و نگهبانی تو اونجا درخواست داره که پولش هم بیشتره، برای همینم هم خیلی زود از شرش راحت میشه. فقط توی این مدت باهاش بحثی نکنی. پال برایش سوال میشه که اگه پرسی انقدر آشنای مختلف داره و یه کار خفن‌تر هم پیدا کرده چرا هنوز اینجا مونده و به خودش جواب میده که احتمالاً پرسی میخواد گرفتن جون یه زندانی رو روی صندلی برق ببینه. رئیس زندان هم میگه خب این شانس رو بهش بدید، شاید همین اتفاق اگه بیفته کلن ولمون کنه و بره. شب شده و وقتی پال میره خونه پیش همسرش از اتفاقات امروز صحبت میکنه و بعدم میگه ببخشید که تو این مدت نتونستیم با هم رابطه داشته باشیم، خب به خاطر همین مشکلی که برای دم و دستکاش پیش اومده و میسوزه. میریم به روز بعدی. پال همراه یکی دیگه از نگهبانش به اسم دین دارن صندلی برق رو تمیز میکنن و آماده میکنن تا یه کاری انجام بدن. نگهبانی که قبلتر هم دیدیم یعنی بروت یه دفعه به چیزی میخنده و صداشو میکنه. وقتی میرن دنبالش میبینن تو مسیر سبز یا همون جایی که اعدامی باید ازش رد بشن یه موش داره قدم میزنه و نمیتونن بگیرنش. بعدم موش وارد سلول انفرادی اینجا میشه و درشو باز میکنن که میبینیم شبیه انباری پر لوازمه. همه رو میریزن داخل تا موشو بگیرنش موقع دیوارها رو خراب نکنه، که در آخر هم موفق نمیشن. ساعتی بعدم پرسی به همینجا میاد و اونم موش رو میبینه. منتها برخلاف بقیه که خیلی آروم رفتار کردن، با عصبانیت شروع به پرت کردن همه چی سمتش میکنه و وقتی که موش وارد سلول انفرادی میشه اونم میره و تمام لوازمو میریزه بیرون بلکه پیداش بکنه. ولی خب رفتاراش معلومه که چقدر این مرد روانیه. بقیه زندانی هم از این رفتارها ترسیدن و خیلی استرس گرفتن و پال دیگه عصبانی میشه و سر پرسی فریاد میکشه. بهش میگه خودتو جمع کن، با این کارا داری به بقیه استرس میدی. پرسی هم میگه یه بار دیگه سر من داد بزنی به آشناها میگم یه کاری بکنن که هم تو هم بروت و همتون کلا اخراجی. البته که پال هم عقب نمیکشه و با لحن تهدیدآمیز به پرسی میگه یه بار دیگه این تهدیدها رو بکنی کار خودت و آشناهاتو با هم تموم میکنه. یه
روز دیگه هم میرسه و خب جلسه اعدام چند تا از این زندانی ها نزدیکه، جایی که قرار خیلی از سران دولت یا آدم های مختلف بیان. برای همینم هم قبلش باید صندلی الکتریکی رو تست بکننش. یکی از زندانی های این بخش قبول میکنه که این کار رو انجام بده و اصلا براش مهم نیست که توی اون مراسم ها بخوان جونش رو بگیرن. برای همینم هم لوازم رو آماده میکنن، سر این زندانی رو میتراشن و میبرنش روی صندلی. بروت یه اسفنج پر آب رو میذاره رو سرش که جریان برق به کل بدنش بره و زیاد درد نکشه و در آخر هم دستور میده که اهرم رو بکشن و جریان فعال میشه. این زندانی درد کمی میکشه و در عرض چند ثانیه جونش رو از دست میده. پرسی هم تو اتاق یا این صحنه رو تماشا میکنه و وقتی که جنازه زندانی رو میبرن بیرون میره طرفش رو بهش میگه وقتی رسیدی جهنم برای من یه کارت تبریک بفرست. پال هم میاد همینجا و به پرسی میگه که شنیدم میخوای بری به یه آسایشگاه روانی و چرا همین الان نمیری. پرسی هم میگه خودت هم میدونی هدف اصلی من چیه، دوست دارم که جای بروت رو بگیرم، یعنی مسئول گرفتن جون همین زندانی ها باشم، حتی شده برای یه بارم این کارو انجام بدم کافی و بعدش از اینجا میرم. پال هم بهش قول میده که اگر رفتارتو درست بکنی و دیگه اونقدر مثل قبل عصبانی نباشی دفعه بعدی همچین مسئولیت رو بهت میسپارم. خب پرسی هم انگار دنیا رو بهش دارن و قبول میکنه که دیگه عصبانی و روانی بازی در نیاره. صدای خنده یکی از زندانیا باعث میشه که به همون راه رو برن. اینجا میبینن که دل، همون زندانی که قبلا هم دیده بودیم، موشی که تو این بخش بود رو پیدا کرده و انگار خیلی هم باهاش رفیق شده. حتی بهش یاد داره که یه سری حرکتای باحال انجام بده و ازشون میخواد که یه پاکت سیگار بیارن تا یه حرکت جدید رو بهش یاد بده. پرسی هم که قول رفتارش رو درست بکنه با مهربونی میگه که باشه سعی میکنم برات بیارمش و از اونجا میره. پال هم خیالش راحت میشه. همینجاست که رئیس زندان صداش میکنه و براش توضیح میده که فرد قراره یه زندانی خیلی مهم رو برام بیارن، مردی به اسم ویلیام که تا حالا جون 4 نفر رو گرفته که یکیشون هم یه زن باردار بوده. خیلی پروندهش برای دولت مهمه و حواستون بهش باشه. پال هم میگه کراسی حال همسر چطوره و حالا میفهمیم که همسر رئیس زندان یه تومور مغزی بزرگ توی کلشه که هیچکس نتونسته درمانش بکنه و به زودی هم قراره که از دنیا بره. میریم به نصف شب. پال کنار همسرش دراز کشیده که یه رفعه از خواب میپره چون دوباره درد شدیدی گرفته. با همون حال داغونش میره بیرون و شروع به دستشویی کردن میکنه و همونجا انگاری بیهوش میشه. صبح هم به همسرش میگه که خیلی دردم شدیدتر شده و باید برم یه دکتر تا عفونتمو دوباره بررسی بکنه. وقتی میره سر کار میبینیم همزمان با اون چند تا از نگهبانا رفتن به یه آسایشگاه روانی تا ویلیام رو از اونجا بیارنش. ویلیام که رفتار شبیه دیوونه هاست و کلی هم بهش دارو دادن. پال هم توی زندان منتظرشونه. وقتی هم که دارن میارنش داخل، جان کافی همون زندانی گنده‌ای که دیده بودیم به پال میگه که مراقب باش، یه اتفاق بدی هم میفته. وقتی ویلیام میارن داخل یه دفعه به نگهبانا حمله میکنه. پرسیو پرت میکنه اونور و دین رو گروگان میگیره و میخواد بهش شلیک بکنه. یه ضربه هم به دم و دستگاه پال میزنه که دردش از قبل هم بیشتر میشه. پال افتاده رو زمین و حالش خوب نیست و از اون طرف هم نمیتونه هیچ جوری به زندانی شلیک بکنه. هرچی هم به پرسی میگه به سرش ضربه بزن، پرسی گوشه ترسیده و از جاش تکون نمیخوره. اما بالاخره بروت سر میرسه و موفق میشه که ویلیامو هول بده اون طرف و نگهبان رو نجات بده. بعدم با عصبانیت پرتش میکنن داخل سلولش. پال به بقیه نگهبانا میگه دینو ببرید که بررسی بشه، یه موقع آسیبی ندیده باشه و گزارش رو به رئیس زندان بدید. وقتی اونا از اینجا خارج میشن یه رفیق درد شدید میفته روی زمین. اینجاست که جان کافی یه رفیق میاد دم سلول و به آرومی به پال میگه که بیا سمتم میتونم کمکت بکنم. پال ترسیده اما درد شدید جلوی فکرش رو میگیره و به طرف جان کافی میره. جان یه رفیق با دست دم و دستگاه پالو میگیره و فشارش میده و چشمای خودش رو میبنده. پال هم خیلی ترسیده و از اون طرف زندانی دیگه یعنی دل فریاد میکشه که بقیه بیان کمک، اما کسی صداشون رو نمیشنوه. پال متوجه میشه چراغ سلول جان به شدت روشن شده و یه رفیق جان ولش میکنه. همین لحظه دهنشو باز میکنه و یه سری چیز شبیه حشره و خاکستر دهنش میان بیرون و تو هوا ناپدید میشن. پال که شوکه شده میفته رو زمین و میپرسه چیکار کردی و جان با صدای معصومی میگه کمکت کردم و روی تختش میخوابه. لحظاتی بعد پال میره دستشویی و میبینه که تمام عفونت و درد و سوزشش برطرف شده و خیلی حالش بهتره. حتی شب وقتی که میره خونه با همسرش بعد مدت ها رابطه برقرار میکنه. بعدش هم به همسرش میگه که نرف دکتر و یه زندانی به اسم جان تونسته حالش رو خوب بکنه. صبح که میشه زنگ میزنه به زندان و به بروت و بقیه نگهبانا میگه من امروز مرخصی ام و نمیام. امروز یه برنامه خیلی مهمتری داره و میخواد یه جوری به جان کافی کمک بکنه. برای همینم به دیدن دادستان پرونده جان و دادگاه اون میره. براش توضیح میده که جان یه آدم بیگناه و من مطمئنم پروندهش اشتباهی بوده. اما این مرد بهش میگه که درست فکر میکنی بیگناهه. ما هم یه سگ خیلی مهربون داشتیم. ولی یه بار یه دفعه وحشی شد و به پسرم حمله کرد و یکی از چشمای اون رو گرفت. با اینکه سگمون خیلی خوب بود مجبور شدم به خاطر این جونش رو بگیرم چون کار اشتباهی انجام داده بود. جانم هم دقیقاً همینطوریه. شاید ظاهرش معصوم باشه ولی کار اشتباهی انجام داده. روز بعدی میرسه و پال ناراحته که نتونسته برای جان کاری بکنه. برای همینم به همسرش میگه سری کیک درست کنه و اونا رو برای جان میبره. جانم که خیلی مهربونه کیک رو با زندانی دیگه یعنی دل و موشمون تقسیم میکنه. زندانی وحشی
دیگه اون یعنی ویلیام میگه پس من چی و جان میگه که تو اصلا لیاقتت این چیزها نیست. ساعتی بعد میرسه و وقتی پرسی داره تو این بخش قدم میزنه یه رفیق زندانی وحشی اون یعنی ویلیام اونو از پشت میله ها میگیره. پرسی رو تحقیر میکنه و دم و دستگاه اونم انقدر محکم فشار میده که پرسی از ترس تو خودش دستشویی میکنه. بالاخره پار سر میرسه و اونا رو جداشون میکنه. اما این وسط زندانی دیگه اون یعنی همون آقای دیل شروع به خندیدن به پرسی و مسخره کردنش میکنه. پرسی هم عصبانی میشه و سرش فریاد میکشه و میخواد بهش حمله کنه که پال و بقیه نگهبان رو نگهش میدارن و در آخر اون رو توی سلول انفرادی میذارن تا یکم آروم بشه. همین شب متوجه میشیم که زمان محاکمه ی آقای دیل خیلی نزدیکه و تو همین یکی دو روز آینده است. روز بعد این قضیه رو بهش میگن و دیل خیلی ناراحته. ازشون میخواد که لطفاً بعد از اینکه من از بین رفتم از موشم مراقبت بکنید، خیلی باهوشه. پالم بهش میگه قول میدم اونو به یه سیرکی جایی ببرم تا ازش خوب مراقبت بکنم. وسط همین صحبت ها موش رفیعی از سلول خارج میشه و خب پرسی که از روز قبلی خیلی کینه داره پاشو روی موش میذاره و جونش رو میگیره، چیزی که باعث گریه و فریاد دیل میشه. بقیه نگهبانم عصبانین اما جان کافی میاد دم سلولش و ازشون میخواد که موش رو براش بیارن. اونو توی دست خودش میگیره، چشماش رو میبنده و یه لفه شروع به لرزیدن میکنه. چراغهای سلولش خاموش روشن میشن و لحظاتی بعد میبینیم که موش صحیح و سالمه، چیزی که باعث شوکه شدن تمام نگهبان ها میشه. شب زمان محاکمه است. دیل روی صندلی الکتریکی میشینه. پالم بر اساس قولی که داده بود پرسی و مسئول این محاکمه میکنتش. پرسی میخواد اسفنج روی سر این مرد بذاره ولی به خاطر کینه‌ای که ازش داره اونو خیسش نمیکنه و همونطوری خوش قرارش میده. پالم متوجه میشه اما قبل اینکه بتونه کاری انجام بده پرسی دستور میده که اهرم رو بکشن. جلوی چشم تمام کسانی که اینجا اومدن تا صحنه رو ببینن اتفاق وحشتناکی میفته. دیل جونش رو از دست نمیده، فقط فریاد میکشه و مدام داره زجر میکشه. همزمان باهاش برقهای زندان دارن قطع و وصل میشن. جان توی سلول خودش داره فریاد میکشه و انگاری تمام درد رو داره حس میکنه، در حالی که زندانی روانیمون ویلیام داره میخنده و شعر میخونه. حتی پرسی هم نتیجه کارش وحشت دست روشو برمیگردونه اما پال مجبورش میکنه کاری که انجام داده رو نگاه کنه و خودش هم درد بکشه. در آخر جلوی چشم همه جریان برق انقدر بالا میره که حتی بدن دیل میسوزه و بالاخره جونش رو از دست میده. با تمام شدن قضیه رئیس زندان با عصبانیت میاد و سر پال میزنه چه گنگکاری بود که اون بالا انجام دادیدش. پال هم میگه که تقصیر پرسی احمق بازی در آورد و اسفنجو خیس نکرد. پرسی هم میگه به خدا نمیدونستم و پال میگه دروغ نگو، بهت گفته بودیم و همه چی رو توضیح داده بودیم. بعدم میگه که قول داده بودی بعد از این یه بار گورتو گم کنی و بری تو همون آسایشگاهی که میخوای. وقتی پال میاد به بقیه زندانی ها سر بزنه جان داره گریه میکنه و بهش میگه که من تمام دردهاشو کشیدم، دل خیلی عذاب کشید و واقعا حقش نبود. چند روز دیگه هم گذشته و رئیس زندان پال و همسرش و چند نفر دیگر رو به ناهار دعوت میکنه. وقتی که پال و همسرش میرن متوجه حال بد همسر رئیس زندان میشن که به خاطر همون توموره اصلا خوب نیست. شب که به خونه برمیگردن پال به همسرش میگه که میخوام نگهبان های دیگر رو دعوت بکنم خونمون چون باشون یه صحبت مهم دارم. روز بعدی هم همین کار رو انجام میده. ورود دین و یکی دیگه از نگهبان ها اومدن اینجا و سر میز ناهار پال بهشون توضیح میده که جان یه قدرت خیلی قوی داره و خب همشون هم به چشم دیدن چه کاری با اون موش انجام داد. بعدم میگه که چجوری با دست زدن به خودش تونسته تمام عفونت های بدنش رو برطرف بکنه. ازشون میخواد که یه نقشه بریزن تا بتونن جان رو به دیدن همسر رئیس زندان ببرن چون مطمئنه که میتونه یه جوری درمانش بکنه. نگهبان های دیگه میترسن که پرسی یا یه موقع همون زندانی روانیمون ویلیام لوشون بدن و برای همینم هم پال میگه من یه نقشه ای دارم. روز بعدی تو نوشیدنی داروی خواب میریزه و اونو به ویلیام میده و مجبورش میکنه بنوشتش. بعدم میرن طرف پرسی و میگن به خاطر وحشی بازی دیروزت باید جریمه بشی و اونو میبندن و میرزنش توی سلول انفرادی. بهش میگن به کارهای عجیبت فکر کن، حالا موقعیت مناسبه و جانو از سلولش میارن بیرون. پال بهش میگه که داریم میبریمت تا به یه نفر دیگه هم کمک بکنی. موقع خروجشون ویلیام که هنوز کاملا بیهوش نشده یه رفعه دست جان رو میگیره. جان شروع به فریاد کشیدن میکنه و داد میزنه که تو شیطانی، چه کارهای وحشتناکی انجام دادی. و در آخر ویلیام بیهوش میشه. سوار ماشین میشن و خیلی زود خودشونو به خونه رئیس زندان میرسونن که اولش رئیس زندان میترسه و با اسلحه میاد بیرون، اما اونو قانعش میکنن که برای کمک اومدیم و متقاعد میکننش که جان بره به اتاق همسرش. همراهش میرن. جان نزدیک صورت این زن میشه و دهنشو باز میکنه و نوری از دهن زن بیرون میاد. همین لحظه خونه میلرزه و تمام چراغها روشن میشن و دوباره همه چیز به حالت عادی برمیگرده. جان میخواد سرفه کنه اما جلوی خودش رو میگیره و یه رفعه میفته زمین و چند لحظه بیهوش میشه. بالاخره بلندش میکنن و میبینیم حال همسر رئیس زندان هم کاملا خوبه و هیچ خاطره ای از شیمی درمانی و این بیماری آخرش نداره. رئیس زندان میزنه زیر گریه و کنار همسرش دراز میکشه و این زن هم برای نشون دادن قدردانیش گردنبند خودش رو به جان هدیه میده. گردنبندی که نماد یکی از افراد توی مسیحیته که نیروی شفابخش
بخش اون دوران بوده. نگهبانا خیلی زود جانو به زندان برمیگردونن و میبینن که هنوز حالش خوب نیست، حتی نمیتونه قدم برداره. اونو به زندانش میندازن و میرن پرسی رو آزاد میکنن. پرسی از این کارشون خیلی عصبانیه و پال میگه که مثل یه مرد قبول کن، این جریمه کارت بود. بقیه نگهبانا نگرانن که پرسی به کسی حرفی بزنه، اما پال میگه که بعداً در موردش صحبت میکنیم. وقتی پرسی داره از راه رو رد میشه، یه دفعه جان اونو نگهش میداره. حالا دهنشو باز میکنه و اون خاکستر و حشراتی که باید بعد درمان کردن همسر رئیس زندان خارج میشد و از دهنش میده بیرون و همشون وارد بدن پرسی میشن. وقتی ولش میکنه، پرسی شبیه یه آدمی که هیچ حسی نداره قدم برمیداره. به جلوی سلول ویلیام میرسه و ویلیام که تازه به هوش اومده دوباره بهش فوش میده. پرسی نگاهش میکنه، اشک از چشمش میاد و یه دفعه اسلحه‌اش رو میکشه و به سر ویلیام شلیک میکنه. نگهبانای دیگه هم پرسی رو سری میندازنش روی زمین و میبینیم که از دهنش همون خاکستر و حشرات خارج میشه. وقتی پرسی رو میبرن که بندازنش توی زندان، پال میره سمت جان و بهش میگه که چرا این کارو کردی. جان میگه که پرسی و ویلیام آدمای وحشتناکی بودن. اگه میخوای ببینی چه کارهای عجیبی انجام دادن، بیا طرفمو دستمو بگیر. پال اولش مردده ولی این کارو انجام میده و همین که دستشون با هم برخورد میکنه، صحنه های وحشتناکی رو میبینه. میریم به همون مزرعه ای که دو تا دختر سر پرونده جان گم شده بودن و اونطوری پیداشون کردن. میفهمیم که ویلیام اینجا کار میکرده. انگار هیزش هم مشخصه چه قصد وحشتناکی داره و موفق میشه که این رو دختر رو به تعویض ببره. تهدیدش میکنه که اگه فریاد بکشید جونتون رو میگیرم. که خب مشخصه بعدش هم چه اتفاقاتی افتاده. در آخر هم این جان بوده که تونسته اینا رو پیدا کنه و سعی کرده نجاتشون بده، اما دیر بوده و نتونسته که درد اونها رو ازشون پس بگیره. همون جمله ای که از اول بارها به زبون آورده. جان دست پالو ول میکنه و میزنه زیر گریه. پال هم همراهش همین کارو انجام میده. جان بهش میگه که اون دو تا دختر به خاطر عشقی که به هم داشتن و میخواستن به هم کمک کنن فریاد کشیدن و ویلیام روانی اون کارو باشون انجام داد. این عشق جونشون رو گرفت. من مدام این صحنه ها رو میبینم، چون هر کسی که بهش دست میزنم تمام خاطرات و کارهای وحشتناکش رو میتونم تماشا کنم. لحظاتی بعد رئیس زندان و چند تا پزشک و مامور سر میرسن و به بررسی پرسی میپردازن که اصلا سر جاش خوش شده و هیچ حرفی نمیزنه. رئیس زندان پاولو کنار میکشه و بهش میگه من تا جایی که بتونم از اون قضیه و کارهایی که انجام دادید پشتیبانی میکنم و اصلا نمیگم که اومدید اونجا، ولی حقیقتو بهم بگو. داستان ربطی به اومدن جان خونه ما و کارهای اون داره؟ که پالم با لبخندی میگه نه، اصلا هیچ ارتباطی نداره. روز بعدی میبینیم که پرسی و بستری میکنن، میفرستنش به یه آسایشگاه، دقیقاً همون جایی که قرار بود بره کار کنه و قول داده بود بعد از کاری که با دیل انجام داده بره. شب که پال پیش همسرش میاد، براش جریانو تعریف میکنه و میگه دیگه مطمئنم جان بیگناه و نمیدونم چیکار بکنم. همسرش هم میگه اول با خودش صحبت کن، شاید خودش نظری داشته باشه. روز بعدی هم همراه بروت به اتاق جان میرن و باهاش صحبت میکنه. پال بهش میگه که من همه سعیمو میکنم که بیگناهیت ثابت شه، ولی اگه نشم تو میتونی مثلا ما رو بیهوش بکنی و از اینجا فرار کنی. برات راهو باز میذاریم که بتونی در بری و جون خودت رو نجات بدی. اما جان میگه که من حاضر نیستم شماها رو به خطر بندازم و حاضرم با کارهای خودم روبرو بشم. پال میگه ولی من چطوری میتونم تو رو روی اون صندلی بشونم وقتی میدونم بیگناهی و هیچ کاری انجام نداد؟ جان میگه نگران این چیزا نباش، خدا تو رو میبخشدت. درسته من میتونم دیگران رو نجات بدم و شاید یه معجزه باشم، اما علاوه بر اون میتونم دردها و کارهای وحشتناک اونها رو هم ببینم، حتی عذابهایی که میکشن رو کاملا حس بکنم. میدونی چند سال دارم اینا رو با خودم میکشم و دیگه خسته شدم، نمیتونم زندگی بکنم. تو با کارت به من کمک میکنی و باعث میشه که همه این دردها تموم بشن. پال اشکش اومده و بهش میگه که آخرین درخواست برای قبل محاکمه چیه؟ که جان بهش میگه من تا حالا تلویزیون ندیدم، اگه میشه برام یه کاری بکنی که بتونم تماشا کنم. خیلی زودم براش پروژکتوری تهیه میکنن و یه موزیک ویدیو میذارن. موزیک ویدیویی که اول فیلم پال توی خونه سالمندان داشت میدید و باعث شد بزنه زیر گریه. بالاخره زمان محاکمه میرسه. تمام نگهبانا از کاری که باید انجام بدن ناراحتن و اصلا آروم و قرار ندارن. وقتی که جان رو به اتاق محاکمه میبرن، میبینیم که خانواده اون دخترام نشستن و شروع به توهین بهش میکنن. اما پال آرومش میکنه و گردنبندی که همسر رئیس زندان بهش داده بود رو در میاره و بهش میگه که قول میدم دوباره بهت پسش بدم. وقتی اون رو صندلی میشونن و دارن میبندنش، پال اشک میریزه و فقط نگاهش میکنه. برخلاف زندانی های قبلی رو سرش پارچه قرار نمیدن، چون جان میگه که از تاریکی میترسه. پال همچنان در حالی که اشک میریزه با جان دست میده و ازش خدافظی میکنه و دستور میده اهرم رو بکشن. در همین حال هم جمله ای که جان بهش گفته بود تو سرش تداعی میشه، اینکه ویلیام به خاطر عشقشون جون اون دختر رو گرفت. بعدم گردنبند جان و گردنش میندازه. صدای پال پیر رو میشنویم که میگه اون آخرین باری بود که ما توی محاکمه شرکت کردیم و بعدش دیگه از اونجا رفتیم. به زمان حال میایم و در ادامه خاطراتش به هلن میگه که من هیچ وقت نتونستم اون قضیه رو فراموش بکنم. هلن هم میگه خیلی خاطرات عجیبی داشتی و با هم دیگه میبینیم که به یه جنگل میرن. وارد کلبه میشن و پال در جعبه ای رو باز میکنه که میبینیم موش آقای دل هنوز زنده است بعد از اینکه نزدیک به 50-60 سال گذشته.
هلن شوکه میشه و پال توضیح میده اون مرد یعنی جان یه قدرت عجیبی داشت، اگه میخواست بتونه جون هر کسی رو میخواد تا ابد افسایش بده و معلوم نیست چقدر طرف زنده بمونه. همین کارو با این موش انجام داد و منم الان 108 سالمه. تمام کسایی که دور و برم بودن و از دست دادن و همش دارم عذاب بکشم و خاطرات جان رو نمیتونم فراموش کنم. این تنبیهیه که خدا داره منو میکنه، اینکه زنده بمونم و از بین رفتن کسایی که دوستشون دارم رو ببینم، چون یکی از معجزه های اون رو از زمین حذف کردم، یعنی جان. در حالی که داره این جمله ها رو به بیننده ها میگه، میبینیم که حتی هلن هم از دنیا میره و همچنان پال زنده است. تو خاک سپاری همه کسایی که میشناخته شرکت کرده و با غمی توی تختش دراز میکشه. به ما میگه که وقتی خدا میتونه یه موش رو اینقدر زیاد زنده نگه داره، معلوم نیست من تا کی زنده بمونم، ولی مطمئنم که یه روز از اینجا میرم و جان رو میبینمش. و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. جالبه بدونید که داستان کلن شخصیتی به نام جان کافی از یه قضیه بومی توی آمریکا ساخته میشه. آمریکایی‌های بومی یه شخصیتی داشتن به اسم پین کیلر یا دردخوار. یه شخصیت ماوراءطبیعی که وقتی میاد رو زمین اگه احضارش بکنی میاد دردها تا از بین میبره و حالت رو خوب میکنه. و خب میبینیم که جان کافی دقیقاً همچین قابلیتی رو داره و قشنگ از همین افسانه ساخته شده. اینکه چرا اسم فیلم مسیر سبز، ما بارها توی فیلم مشاهده میکنیمش. مسیری که از سلول زندانی ها تا جایی که بعد محاکمه بشن کشیده شده، یه زمین سبزی داره و بهش میگن گرین مال یا همون مسیر سبز. چیزی که در آخر میبینیم که شخصیت اصلیمون یعنی پال هم توش قدم برمی‌داره و وسطش به یه پیرمرد تبدیل میشه. در واقع گرین مال یه استعاره از رایی هستش که یه انسان از زمان تولدش تا زمان پیر شدن و مرگش باید تجربه بکنه. به این زندگی که پشت سر میذاره میگن مسیر سبز. جان کافی در واقع مسیح مدرنه. ما تو داستان‌های تاریخی و حالا کتاب انجیل و اینا میدونیم که مسیح هدفش این بود که راه و روش زندگی رو یاد بده، اما جان کافی به عنوان مسیح مدرن میاد در مورد مشکلات روانی صحبت میکنه. دردهای روانی که یه نفر توی زندگیش میکشه، عذابهایی که میبینه و اینکه هر باری تو کسی رو لمس میکنی یا وارد زندگیش میکنیش باید دردهای اون رو هم بکشی. اینا بهت اضافه میشن و در واقع هر چی که از زندگیت میگذره این عذابها باید بیشتر بشن تا بتونی به تکامل خودت برسی، تا در آخر جونت رو از دست بدی. پال میگه که من نمیدونم چند سال زندم، ولی اونقدر میمونم تا بدونم که آخرش به جان میرسم. یعنی همین دردها دارن اون رو به این مسیر تکامل سوق میدنش. جان مسیحی بودش که درد دیگران رو میگرفت، حال اونا رو خوب میکرد، ولی در واقع از درون بیشتر به آسیب میرسید، تا در آخر به جایی رسیده بود که حاضر بود جونش رو از دست بده تا فقط این تاریکی‌ها تموم بشن و به سمت نور قدم برداره. اما در کنار همه اینها یه تفاوت خیلی مهم رو با مسیح داشت که به نظرم یکی از تئوری‌هایی هستش که استفان کینگ می‌خواست با کتابش به دیگران ارائه بده. ما توی انجیل می‌خونیم که اگر یه نفر زد تو گوشت، سرتو بچرخون که به اون طرف هم بزنه. یعنی کاملاً بخشش، اصلاً دنبال انتقام و اینا نباش. اما جان کافی وقتی دردهای زن رئیس زندان رو گرفته بود، اونا رو با خودش نگه داشت و در آخر به یه نفر مثل پرسی انتقال دادش که میدونست لیاقتش همینه و اصلاً نباید یه آدم ساده بمونه. باید کار وحشتناکی انجام بده تا یه وحشتناک دیگر رو مثل ویلیام هم از بین ببره. این به نظرم چیزیه که یه شخصیت متمایز به اسم جان کافی برای ما میسازه که هنوزم که هنوز نزدیک به 25 6 سال گذشته از فیلم، هنوز توی سینما موندگار و خیلی دارن ازش الهام میگیرن و شخصیت‌های خودشون رو میسازن. خلاصه گرین مایل رو قطعاً خیلیاتون دیده بودین، خیلیاتون همه اینا رو میدونسته، شاید هم خیلی بیشتر، ولی به نظرم جاش کانال خالی بود، چون واقعاً یکی از فیلم‌های اوجوبه سینماه و باید تا ابد موندگار بمونه. امیدوارم خوشتون اومده باشه، دوستتون دارم. لایک، کامنت و سابسکرایبتون نره. روزتون هم گلسی.